جمشید هاشم‌پور، متولد 3 فروردین 1323 در تهران، بازیگر سینما و تلویزیون. تحصیل کرده مقطع دیپلم رشته ریاضی که با نام هنری جمشید آریا سالها درخشید، اما در این شهرت و محبوبیت بسیار آدم تودار، متین و مردمی. جمشید هاشم‌پور در محله سلسبیل شهر تهران به دنیا آمد و با 8 خواهر و برادر دیگر خود بزرگ شد و اصالتاً ترک زبان است. پدرش نظامی و اهل شهرستان میانه و مادرش اردبیلی بود. سال 47 وقتی 24 ساله بود با معرفی یکی از دوستانش به ساموئل خاچکیان، کارگردان مشهور تبریزی، برای اولین بار در فیلم جهنم سفید نقش کوتاهی بازی کرد. تا سال 50 در نزدیک به 10 فیلم ایفای نقش کرد، اما به خاطر دلایلی که بیشتر اخلاقی بود قید بازیگری را زد و بعد از گذراندن دوره امدادی وارد سازمان امداد و نجات شد. 20 سال کنار فعالیت در رشته رزمی عضو گروه امدادی بود که هدف آنها نجات افراد گیر افتاده در کوه بهمن و تصادف بود، تا اینکه از آن سازمان بازنشسته شد. سال 60 وقتی 37 ساله بود به دعوت مسعود کیمیایی برای بازی در فیلم خط قرمز به سینما بازگشت و در سال 63 با فیلم تاراج به کارگردانی ایدج قادری در نقش زینال بندری به شهرت رسید. جمشید هاشم‌پور سال 64 در 41 سالگی بعد از بازی در فیلم یوزپلنگ به مدت 3 سال ممنوع کار شد. معتقد بودند او خیلی دارد پرواز می کند و مطرح می شود. جمشید هاشم‌پور قبل از وقوع انقلاب اسلامی به خانم مهرنگیز متین ازدواج کرد که ثمره این زندگی 2 فرزند دختر است. مریم هاشم‌پور یکی از دخترانش تجربه موجیگری در تلویزیون را نیز دارد. آقای بازیگر چند سال پیش به خاطر عوارض برآمده از یک بیماری قلبی مدتی در یکی از بیمارستان‌های فوق تخصصی قلب بستری بودند، اما حالا در سلامت هستند. استاد هاشم‌پور از معدود هنرمندانی است که فعالیت تازی ندارد و فقط در فیلم تماس شیطانی سال 71 که صحنه‌ای از ساز را داشت با راهنمایی مجید مظفری آن را اجرا کرد. معمولاً اسم بازیگرانی را که در دهان نچرخد و آسان تلفظ نشود تغییر می‌دهند. تغییر اسم من از هاشم‌پور به آریا هم به همین دلیل بود، اما دوستان اجازه ندادند با این اسم به فعالیتم ادامه دهم و در نهایت به همان جمشید هاشم‌پور برگشتم. ولی گاهی انتخاب بازیگران ضعیف است و آن ضعف به ما هم لطمه می‌زند، به خصوص روی من که وسواس خاصی دارم. ما در سال 93 کاری انجام دادیم به نام من دیگو مارادونا هستم که یک پلان خیلی ساده را 40 بار برداشت گرفتن که این شیوه را نمی‌پسندم. تا 10 روز بعد از آن سر صحنه نرفتم تا بعد خودشان آمدند. من گفتم بعد از در سینما ایران بپیچد، یک نمای 3 نفره را این همه برداشت گرفتیم. اگر بخواهم در میان نقش‌هایم یک فیلم را دوباره بازی کنم، آن یک فیلم قارچ سمی در سال 80 است که به نظرم فیلم قشنگ و تاثیرگذاری بود. این فیلم آنطور که باید از سوی مردم دیده نشد و مورد بیمهری قرار گرفت. من مثل مردم یک شغل دارم و آن بازیگری است، وگرنه در اجتماع مثل یک شهروند عادی هستم، اما در مجموع یک مقدار کمرو هستم و در اجتماعات معذب می‌شوم. از زمان کودکی و نوجوانی هم چندان اهل حضور در جمع نبودم، که البته این به معنی انزوا و گوشه‌گیری نیست، اما آدم خجالتی و کمرویی بودم. مهر ماه سال 1399 گواهینامه درجه 1 هنری توسط نماینده وزیر و دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور به جمشید هاشم‌پور یا همان جمشید آریا اعطا شد. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم دارکوب سال 96 و تندیس حافظ یک عمر فعالیت هنری از 16 جشن حافظ سال 95 افتخارات جمشید هاشم‌پور در سینما بودند. برای پذیرش نقش ملاک اولم برایم تهیه کننده است و بعد فیلمنامه و کارگردانی، سه عاملی هستند که در تاثیرگذاری قبول یک پروژه نقش دارند. در 15 خرداد 1400 جمشید هاشم‌پور هم جزو اولین بازیگرانی بود که در شوی تبلیغاتی دریافت واکسن کرونا برکت حضور داشت و این واکسن را دریافت کرد
با این حال دو هفته بعد در روز اول مرداد به کرونا مبتلا شد. یک خاطره جالب جمشید هاشمپور که همیشه در برنامه ها به زبان می آورد این است. یکی از روزهایی که مثل همیشه مشغول پیاده روی بودم، جوانی با صدای بلند گفت: آقای مشایخی، آقای مشایخی. من هم ایستادم و گفتم: بله جانم عزیزم. گفت: می خواهم یک عکس با شما بگیرم. من هم قبول کردم، عکس را گرفت و رفت. چند روز بعد در مسیر پیاده رویم دوباره همان جوان را دیدم. آمد جلو و گفت: من عکس شما را به پدرم نشان دادم و گفتم با آقای مشایخ عکس گرفتم. او هم به من گفت: خاک بر سرت، تو چطور هنرمندان مملکت را نمیشناسی؟ ایشان محمدعلی کشاورز است. معمولا کارگردان، فیلمنامه نویس، تهیه کننده و طراح گریم هستند که برای ظاهر یک کاراکتر تصمیم میگیرند و خود بازیگر نقش چندانی در میان آن ندارد. اینطوری نبود که من به سازندگان یک فیلم بگویم سلام را بتراشند. آن موقع برخی آقایان ارشاد فکر میکردن خودم عمدن میگویم که در فیلم ها سر مرا بتراشند تا بیشتر به چشم بیایم. این ضرورت فیلمنامه و شخصیتی بود که چنین شمایل را میطلبید. برای همین تیپ و سر تراشیده چند سال مرا ممنوع کار کردند. هنوز خیلی از مردم جمشید آریا را با نقش معروف زینالبهاندری در تاراج ساخی ایرج قادری به یاد میآورند. زینال قاچاقچی سابقه داری است که از جایی به بعد متحول میشود و با کمک رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر علیه قاچاقچیان مبارزه می کنند. سکانسی که زینال پسر معتادش صبری را برای ترک اعتیاد در زیر زمین خانه حبس می کند از بیادمانده این ترین لحظات فیلم است. نقش آفرینی هاشمپور در قاچ سمی ساخته زندیات رسول ملا قلی‌پور دست کمی از بازی پرویز پرستویی در آژانس شیشه‌ای نداشت، اما آنطور که باید دیده نشد و قد ندید. ضمن اینکه شباهت‌هایی هم در جنس نقش‌ها وجود داشت. دومن هم آدمی از دل سالهای جنگ بود که در زمانه جدید درک نمی شد. مقاومت و مبارزه برای حفظ اعتقادات به بهترین شکل در بازی هاشمپور نمود می یابد.